سلام، اینجا درنگ و ما در این ویدیو با خبری جدید از میلاد حاتمی با شما هستیم که ظاهراً اعترافهای جدیدی داشته. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال درنگ نشدین، ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین تا از آخرین داغ‌ترین اخبار و حواشی با خبر بشین. پیشاپیش از اینکه با لایک و کامنتاتون از ما حمایت میکنین سپاسگزاریم. از زمانی که خبر دستگیری و دیپورت میلاد حاتمی به ایران پخش شد، خبر زیادی از طرف پلیس ایران و یا حتی پلیس ترکیه منتشر نشد و فقط فیلم کوتاهی از لحظه تحویل میلاد به پلیس ایران و به دنبال این فیلم مصاحبه‌ای از سحر همسر میلاد پخش شد که در اون اظهار بی‌اطلاعی از این تصمیم و حکم برای میلاد می‌کرد. بعد از این دیگه هیچ خبری نه از میلاد و نه از سحر شد و همه در بی‌خبری کامل بودن. اما ساعتی پیش آدام تاشکایا، معاون سابق اطلاع رسانی ریاست جمهوری ترکیه که در دیپورت میلاد حاتمی به ایران نقش زیادی داشت، توییتی منتشر کرد و در اون نوشت: امروز میلاد حاتمی تو ایران اسم 23 نفر رو از شبکه قمار لو داده. 11 نفر از اونها واسه اینترپل ارسال میشه که تحت تعقیب بشن. آدام تاشکایا محقق، نویسنده و سیاستمدار ترکیه است که خودشو یک وطن پرست معرفی میکنه. آدام تاشکایا از زمانی که شاخبازی‌های میلاد حاتمی رو میبینه که در خیابان‌های استانبول هندونه میفروخت و یا با ماشین پلیس آزادانه دور دور میکرد و خودشو صاحب استانبول میدونست، توجهش به اون جلب میشه و تصمیم میگیره که بیشتر راجع به این فرد تحقیق کنه و بعد به موضوع سایت‌های شرط‌بندی برخورد می‌کنه. زمانی که درباره سایت‌های شرط‌بندی میلاد اطلاعات کسب می‌کنه و می‌بینه که این سایت‌ها طوری طراحی شدن که از مردم کلاهبرداری کنن، همونجا تصمیم می‌گیره که اول از همه از طریق قانونی کاری کنه که میلاد حاتمی از ترکیه اخراج بشه و بعد در مصاحبه‌های مختلف بارها و بارها اعلام می‌کنه که میلاد حاتمی تازه اولین نفره و بعداً می‌خواد سراغ بقیه شاخ‌های مجازی که در ترکیه زندگی می‌کنه و سایت شرط بندی دارن هم بره. حالا با توجه به سابقه‌ای که آدام تاشکایا در مبارزه با شاخه‌های مجازی ترکیه نشین و قدرت و نفوذی که در مقامات دولتی داره، به نظر میرسه که احتمال اینکه این توییت و خبری که آدام منتشر کرده درست باشه دور از ذهن نیست. البته خیلی ها هم این خبر رو غیر واقعی میدونن و معتقدن که آدام تاشکایا این حرفا رو صرفاً برای ترسوندن بقیه شاخه‌های مجازی زده. از جمله این افراد امین فردین است که گفته برای اینکه یک نفر این حجم از اطلاعات دقیق رو داشته باشه، حتما باید منبع موثقی در پلیس ایران داشته باشه و این آقای تاشکایا به نظر نمیرسه که منبعی در ایران داشته باشه و همه این حرفایی که میزنه صرفا دروغه و حقیقت نداره. آدام حالا که بحث میلاد حاتمی داغه، فقط میخواد که از این فرصت استفاده کنه و به بقیه شاخه‌های مجازی ترکیه نشین درس حسابی بده و یا اونا رو بترسونه که خودشون با پای خودشون از ترکیه خارج بشن، که البته با کارهایی که داوود هزینه و بهادر وحشی اخیراً در استانبول انجام دادن، این احتمال دور از ذهن نیست که تاشکایا با این کار بخواد اونا رو هم بی درد سر از ترکیه فراری بده. اما اگر این خبر رو گفته های آدام تاشکایا حقیقت داشته باشه، احتمالاً به زودی پویان مختاری و نیلی افشار و داوود هزینه از ترکیه دوباره شبونه فرار میکنن و به برزیل و یا کشورهای دیگه پناه میبرن که اگه اسمشون به پلیس اینترپل فرستاده شده باشه، دیگه حتی فرار هم به درد شون نمیخوره و صرفا باید به کشوری برن که نهایتاً حکمشون دیپورت به ایران نباشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون این حرفای آدام تاشکایا تا چه حدی میتونه درست باشه؟ فکر میکنید به زودی پویان مختاری و نیلی افشار هم به ایران دیپورت میشن؟ خوشحال میشین نظرتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین.